جناب احمد شهید، خانم ناوی پولای، فریاد دادخواهی حق‌کشی قانون‌شکنی مسئولین علیه مرا شنوا باشید. من شاهروخ زمانی، فعال سندیکایی، مقیم 30 ساله تهران، در 14 خرداد سال 90 که برای دیدار والدینم عازم تبریز شدم، در بد به ورود توسط اداره اطلاعات بدون سند اتهامی و حکم قضایی با زور اسلحه دستگیر و دستبون انفرادی، زیر شکنجه های روحی و جسمی، توهین، تحقیر و تهدید به مرگ، حتی تهدید به تجاوز قرار گرفتم. تا حد بازوی شکنجهگر دیشته میکند قبول کنم. من در اعتراض به این برخورد باندی غیرقانونی و تقاضای محاکمه در یک دادگاه صالح با حضور هیئت منصفه و وکیل هیچ گونه بازجویی شفاهی و کتبی نداده و عین چهل روز را در اعتراض قضا بودم، به طوری که 27 کیلو لاغر شدم. سپس بدون مدرک تامی که دادگاه بتواند رویان حکم بدهد، تحویل شعبه یک دادگاه انقلاب قاضی حمله‌ور داده شده و با سفارش بازجو به 11 سال زندان محکوم شدم. حمله‌ور قاضی فرمایشی در تناقض آشکار در متن دادنامه من اعتراف میکند که متهم شاهروخ زمانی در کلی مراحل تحقیق و بررسی منکر مواد تامی شده است. اینکه به چه طور وی بدون کوچکترین سند تامی 11 سال حکم داده است باید جوابگو باشد. سپس این حکم ناعادلانه در دادگاه شعبه 6 از نظر قاضی ایمانی که به دادگاه تایید نظر مشهور است تایید، و بعد شعبه 29 دیوان عالی که به شعبه سفارشی اداره اطلاعات مشهور است بدون رسیدگی به اعاده دادرسی تایید شد. وکیلم جناب آقای پورفریدی در اعتراض به تایید شعبه تجدید نظر تاکید کردند جناب قاضی حداقل یک دلیل محکم پسند برای تایید حکم بیارید. کارشناس دیوان عالی ضمن تأسف از بررسی ناعادلانه اعاده دادرسی به مادرم گفته است من هیچ گونه سند اتهامی که قاضی بتواند روی آن حتی یک روز حکم زندان بدهد در پرونده ندیدم. باز برخلاف برخورد سفارشی و باندی در ماده 22 آن نامه داخلی سازمان زندانها که دخالت کلی نیروهای نظامی قضایی اطلاعاتی را در مورد امور اداره زندان اکیداً قدغن کرده است، وجود شعبه اطلاعات مانند ایوین 209، تبریز 37، رضای شهر بند 8 سپاه که مستقیما زندانان سیاسی را تحت کنترل و نظر دارند، به سفارش باندی بازجو در زندان تبریز مرا به بدترین بندهای زندان یعنی قرنطینه 12 محکومین خطرناک 15 متادون که پر از ایدز و کنگاره و هپاتیت بود دادند تا از بین ببرند. بعدا به یزد و رضای شهر و اکنون نیز برخلاف آیین‌نامه داخلی سازمان زندانها در تفتیش جرایم به زندان مواد مخدر قزلحصار به طور غیرقانونی بدون تفهیم اتهام و حکم قضایی تبعید کردند. حالا که در زندان رضای شهر به عنوان نماینده سالن 12 سیاسی و مدافع حقوق قانونی و سنفی آنان به تخریب تماشاخانه زندان، تشکیل پارازیت‌های مضر سلامتی زندانیان، ضرب و شتم زندانیان و دیگر مواد نقض حقوق زندانیان اعتراض کرده و خواستار اجرای مواد آیین‌نامه داخلی زندان در 16 ماده به صورت کتبی شدم. لازم به ذکر است تمامی این زندان‌ها فاقد کوچکترین استاندارد قوانین سازمان زندان‌ها و حقوق شهروندی در مورد تغذیه، بهداشت، درمان، آموزش، ورزش و تفریحات، ارتباطات عاطفی زندانیان با خانواده مانند تلفن، مرخصی، ملاقات حضوری، مکاتبه بوده و زندانیان به طور سیستماتیک مورد تحقیر، توهین، شکنجه روحی، جسمی قرار میگیرند. برخلاف ماده 3 آیین‌نامه سازمان زندان چه هدف زندان و تربیت، بازسازی و بازسازگاری زندان تعریف کرده است، خشنترین، بی‌سوادترین و عامیترین افراد به جای روانشناس، مربی، تربیتی حکومت میکنند که کتک و مردم آزاری را نوعی ثواب و به کلید بهشت میدونند. حالی جنابان، یک زندانی سندیکایی را به طور غیرقانونی دستگیر، زندان و سپس به جایی تبعید کردن که از بدترین زندانها ایران میباشد که وقت میتوان با گوین وسطا تشبیه کرد. زندان مخوف قزلحصار با 10 بند مستقل با ظرفیت اسمی 6 تا 7 هزار زندانی پذیرای 20 و در حال پرتراکم تا 38 هزار زندانی میباشد که فعلا این اعداد حدوداً 21 تا 22 هزار نفر میباشد که 3 هزار نفر اعدامی، حدود 7 هزار حبس‌ابد و همین حدود 15 سال زندان میباشد. به طور متوسط هر ماه 10 تا 20 نفر اعدام میشود. اکثر حکمهای صادره زیر بدترین شکنجه ها در آگاهی بدون حضور وکیل و هیئت منصفه بوده است. زندانی از بعد ورود در 3 نقطه مقابل 3 تا 2
دو تا سه توربین لخت و مادرزار می شود. در اتاقهای 7.5 متری از 9 تا 16 نفر در شرایط تراکم نگهداری می شود. در 20 ترین واحد زندان یعنی واحد 3 روزی برای 160 تا 200 نفر در 5 دهنه حمام از 40 دقیقه تا 2 ساعت حمام می باشد. اغلب روزا ساعت 1 تا 5 آب قطع می باشد. درمان در سطح خیلی نازل می باشد. هر ماه یک بار وعده بهداری می باشد. چی بدون کوچکترین معاینه چندین گوشت داده می شود. در تغذیه سویای حیوانی همراه با بی‌کیفیت‌ترین مواد به قدری خراب می شود که زندانیان حاضرند گرسنه باشند ولی غذا نخورند. و کسانی که از رستوران غذا می خرند مرغ 1 کیلویی 6000 تومانی را به قیمت 17000 تومان می خرند. وضعیت خراب و مالی زندانیان آنها را وادار به فروش مواد مخدر، داروهای روانگردان، سیگار در جایی که قدغن است، کارت تلفن، وقت تلفن و غیره می کنند. کتاب در حکم کیمیا بوده و زندانیان دور نگه داشته می شود. در جایی به نام دارالقرآن زندانیان برای گرفتن مرخصی ملاقات حضوری مجبور به حفظ عربی قرآن می شود که اغلب به صورت خبرتین از آنها سوء استفاده می شود. دیگر زندانیان به این بند دارالشیطان می گویند زیرا که اغلب این انسانها خرد و تحقیر شده و خودباخته و بیهویت را مجبور به آدم فروشی و خبرتینی از همبندیان خود می کنند. کوچکترین اشکال اعتراض قانونی زندانیان با 20 روز انفرادی، زدن موی سر، ضرب و شتم و فلج کردن و ضربات کاب زیر پا مواجه می شود. زندانی را توی آب و حوض انداخته خیس کرده با شکر به جانش می افتند که فریاد بدبختا به آسمان بلند شده و تقاضای عفو بخشش می کنند. فردی به نام شیرازی که مسئول واحد قرنطینه بوده و اغلب خانوادهش پسرها، دخترها و عروسش در زندان کار می کنند. علاوه بر ضرب و شتم زدید زندانی ملایم ترین کلامش فوش‌های رکیک زن و بچه و پدر و مادر و خود زندانی می باشد. کسی نیست که از کلام ایشان بهره ای نبرده باشد. زندان پر از بیماران مصری و لاعذر اید، هپاتیت، سل و گانگاریا می باشد. مخصوصا در واحد یک با 6000 زندانی فقط 400 نفر سالم باشد که اغلب اید، سل و گانگاریا می باشد. اید 4 ماه گذشته 65-70 نفر جان باختند و در هفته اول فروردین 4 نفر هجی پس از انتقال به بیمارستان به علت دیرکرد فوت کردند. در واحد 4 که واحد کارگاه می باشد و با بخش‌های دیگر زندان و بیرون از زندان تماس دارد، تست ایدز 15 نفر توسط بهداری مثبت بود که خطر سرایتان به بقیه بخش‌ها جدی می باشد. به طور خلاصه و مفید این زندانی که من در آن نگهداری می شوم. جناب احمد شهید، خانم کلاهی، من از موقع انتقال و نگهداری غیر قانونی به زندان مواد مخدر که برخلاف آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها در تفتیش درایم باشد، در اعتراض به این مسئله تا امروز 33 روز است که در اعتصاب قضا بوده و 20 کیلو وزن کم کرده و حالم به شدت خراب است. و علی‌رغم اینکه تا حالا 12 نامه درستگی و درخواست قانونی هم در بازجشت به بند سیاسی به مسئول زندان قزلقصار نوشتم، اما با بی‌تفاوتی جواب سر بالا و امروز فردا کردن و فتکشی آنها مواجه شدم. من ضمن اینکه عواقب و مسئولیت هر گونه لطمات روحی، جسمی و جانی حسابرسان را متوجه مسئولین میدانم، از آن جنابان میخواهم با فرستادن کمیته احتیاط به این قتلگاه و فشارهای جهانی بر حکومت جمهوری اسلامی آن را وادار کنند حداقل به قوانین مصوب خود در رعایت حقوق شهروندی و سنفی زندانیان مخصوصا تفتیش جرایم پایبند بوده و مرا به بند سیاسی بازگردانند. با تشکر از زحمات بیشابه دستان ما به گرمی می‌فشارم. شاهرخ زمانی 18 فروردین 93.